ببین توی کتاب نوشته که آدم با فکر کردن هم میتونه ثروتمند میشه. به نظرت همچی چیز امکان پذیر باشه؟ آره اینو ما خواندم، این یک خیلی جالبه. مثلا میگه در زمانی ادیسون یک مردی بوده به اسم بارنز. این مرد خیلی آدم فقیر بوده ولی هیچی در زندگی نداشته، اما آرزوی بزرگ داشته. با یک از چیزش همی بوده که با ادیسون کار کنه، نه اینکه در مقابل کاری که میکند پول کارگری دریافت کنه. نگاه در یک کتاب اینجا نوشته میخواسته با شریک بشه با ادیسون، در صورتی که حتی پولی بلیط قطار رو نداشته که تا مو بره قطار سوار شد تا به اون شهری که ادیسون زندگی میکرده اونجا بره. با هر سختی بوده، حالا بلیط تهیه میکنه و میره پیش ادیسون و از او درخواست میکنه که اجازه بده تا با هم کار کنه. ادیسون هرچند که دیده که بارنز ظاهر خیلی معمولی داشته ولی چون که خیلی مصمم بوده، ادیسون قبول میکنه با پولی خیلی ناچیزی که اونجا شروع به کار میکنه و دیگه بارنز هیچ موقعیتی توی مدتی که با ایشون بوده موقعیت پیش نمیاد تا خودش را به ادیسون ثابت کند. ولی خیلی فکرهایی در سر داشته، ولی او هرگز ناامید نمیشه و با کار خود با پولی خیلی کم در دفتر ادیسون ادامه میده تا اینکه ادیسون یک دستگاه اختراع میکنه و اون دستگاه ماشین اسمش بوده ماشین دکته ادیسون. و اینو وقتی که اختراع کرده ادیسون نتونسته بفروشه. اینجا بوده که یک فرصتی بوده برای بارنز، اونجا پیشنهاد میکنه به ادیسون که اینو میخوام من بفروشم، ولی این دستگاه را با خیلی قیمت بالا همی آقای بارنز میفروشه. اونجایی که وقتی که این کاری فوق‌العاده بارنز آقای ادیسون وقتی که میبینه قراردادی تجاری امضا میکنه و از اون به بعد هر چی را که ادیسون اختراع میکرده و بارنز هم میفروخته و بارنز بعد از گذشت چند ماه شریک تجاری تونسته پولی هنگفتی اینطوری در بیاره. چه جالب. بله واقعا آدم فکرش نمیکنه که بتونه فقط با فکر کردن از هیچی هم نداشته باشه بتونه به جایی برسه. آره دیگه، هم ظرف مدت چند ماه. آره این یک جور کشف کرده، یعنی بارنز اونجا فهمیده که آدم با فکر کردن یک، یعنی فقط یک اندیشه عالی داشته باشه، یک هدف و همتش هم خوب. آه دیگه اینو همت داشته. پس ما نتیجه میگیریم که هر کس این کار میتونه، ولی به شرطی که یکی هدف مشخص داشته باشه، دیگه ای که تمرکز کنه روی همون هدفی که داره، یعنی همون اشتیاق سوزانی که داره، 100% به هدفش میرسه، 100% پولدار میشه. یک آدمی که بی پول هیچ نیازی به پول نداره، فقط ایده داشته باشه، اندیشه داشته باشه، همون رو تبدیل به پول کنه. داستان خیلی جالبی بود. آره خیلی قشنگ. دیگه این کتاب همیشه خب میخواد رمز و رازهای موفقیت رو یاد بده و این داستان ادامه داره تا که ما